و همه اینا اتفاق میفته که دیگه گفتن نداره و خودتون همه اینا رو فکر میکنید با خودتون. فقط من خواستم که تأکید مؤکد کنم روی اینکه این فیلم چقدر میتونه مهم باشه برای سینمای ایران و برای انسانیت، برای اینکه ما هویت و انسانیت خودمون رو بتونیم که دوباره به دست بیاریم، یکم از این فضای مجازی دور بشیم و بتونیم که زندگی واقعیمون و تمدن 2500 ساله‌ای که داشتیم رو دوباره به دست بیاریم. و در پایان نشانه هایی که آقای فرهادی توی این فیلم استفاده کرده که توی دیالوگ هم ما میشنویم که اون ماشین حسابی که کار نمیکنه یه خودکاری که مینویسه برای من نشانه بود، ولی چطور توی همون سخنرانی که میکنه قبل از اینکه بیاد میکروفون، موقعی که آقای سلطانی رو صدا میکنه انقدر سوت میزنه که دیگه نمیتونه اون سخنران ادامه بده حرفش رو، و این چطور نشانه نیست و اون نشانه است. و اگر ما درگیر نشانه ها هستیم، درگیر این که عدسه میکنیم صبر اومد، انقدر درگیر خرافات نباشیم و نشانه ها انقدر قوی نیستن که ما رو بتونن از یک کاری باز بدارن یا یک کاری رو برای ما سهل کنن، که محسن تنابنده توی اون دیالوگ هایی که توی خیریه میگه، مهمترین دیالوگش اینه که میگه کجای دنیا کسی کار بدی رو که نمیکنه تشویقش میکنن. این خیلی حرف عمیقیه، یعنی انگار که همه آدمای دنیا یه سری کار رو دارن انجام نمیدن و تشویق نمیشن، ولی یک سری آدم وقتی میان یک کاری که باید بکنن رو انجام میدن تشویق میشن. و این عدالت جهانیه، عدالت انسانیه داره زیر و رو میشه. و در جایی هم که در رو محکم میبنده توی زندان و اون زندانمان صداش میکنه، در حالی که چقدر توی برنامه تلویزیونی ازش تعریف کرده بود این بسیار آدم خوبیه و چقدر ما این آدمو با ریش و مثلا اون محاسن نورانی و فلان و اینا میبینیم که خیلی داره ازش تعریف میکنه، یهو چقدر عصبانی میشه که داد میزنه که چرا در رو محکم میبندی. میبینیم که ما هر موقع که به میل سیستم باشیم، سیستم چقدر با ما خوبه، از ما تعریف میکنه، و هر موقع که یکم مخالفش باشیم میبینیم که چقدر میتونه خشن باشه با ما. و کل ماجرای سیستم سرمایه گذاری دنیا همینطوری هست که هر جایی که در بزرگترین اشلم باشی، مایکل جکسون هم باشی، و یک کار مخالف کنی، یک آهنگ مخالف بخونی باشون، چجوری پرتت میکنن پایین. و این اصلا مربوط به جامعه ایرانی و سیستم حکومت ایرانی نیست، کل دنیا داره روی این سیستم میچرخه. و سارینا فرهادی در دیالوگی میگه که بهتون شک نکردن شناختنتون، و برداشتی هست که انگار این دیالوگ از قول خارجی ها به ایرانی هاست که میگه که شک نکردم بهتون شناختنتون. ما وقتی میریم ویزا بگیریم برای یک کشوری، انقدر باید سند و مدرک محکم ببری که انقدر ایرانی ها مستندسازی کردن که تمام بنای خارجی ها برای این شده که ایرانی ها دارن دروغ میگن، و باید خیلی محکم تر از بقیه کشورها ثابت کنن که دارن راست میگن. و چرا باید اینطوری باشه؟ چون سیستم اینها رو وادار کرده به این که دروغگو و شکاک بار بیان. و این حرف از افلاطون و سقراط و ارسطو و کنفوسیوس و حضرت علی بوده و تا الان هم هست که آدم‌ها بیشترین شباهت رو پیدا می‌کنن به حکومت‌هاش. و وقتی اون دختر برمیگرده بهش میگه تو اگه شخصیت داشتی پاتو اینجا نمیذاشتی، در نهایت می‌بینیم که اون پاشو نمیذاره دیگه توی مغازه و میره و بیشتر دیگه فکر آبروشه تا اینکه فکر مادیات و کار و این چیزا. و در نهایت محسن تنابنده میگه که اینا یکیو گنده میکنن که بگن مملکت گل و بلبله. و چقدر این حرف درسته، چقدر این حرف درسته که هر هفته و هر چند روز یک بار ما یک نفر رو در فضای مجازی میبینیم که میاد بالا، حالا یا از مردنش یا از کار خوب کردنش یا از اتفاقی که افتاده، مریض شده
بدون اینکه برای ما مهم باشه برامون مهم میشه و حواس ما رو از چیزهای اصلی پرت میکنه. و متاسفانه این افتاده دست سلبریتی هایی که سواد آنچنانی ندارن ولی دارن این فضا رو اداره میکنن. و نماد این دیالوگ دقیقا همینه که اینا یکی رو گنده میکنن که بگن مملکت گل و بلبله، یعنی همون سلبریتی ها و همون سلبریتی هایی که معرفی میکنن اون فضاهای دیگه ای که باعث شده که نشون بدن گل و بلبله. و مهمترین نماد دیگه ای که در فیلم وجود داره لکنت داشتن فرزند این رحیم هست، که همیشه میگم فیلم نامه نویسی اینطوری است که شما یک ضعف شخصیتی و جسمانی رو باید طوری استفاده کنی که حتما کاربرد داشته باشه. و چقدر سه جا این کاربرد رو برای این بچه میبینیم که هم در خیریه، هم در اون سخنرانی و هم در اون فیلمی که برای موبایل ازش گرفته میشه در نهایت در آخر فیلم. خیلی کاربردی هست لکنت داشتن این که ترحم رو ایجاد کنه برای این افراد که پدرش دیگه نذاره که از این لکنت این بچه استفاده کنن برای حس ترحم ایجاد کردن، و این بچه رو به خودش نبودن و دروغ گفتن وادار میکنن که انگار که ما نسل آینده رو داریم این کار رو باهاش میکنیم، همش داریم با این کارامون به نسل آینده یاد میدیم که خودت نباش، دروغ بگو و زندگیت رو بگذرون. و در نهایت وقتی که طاهری رو داره وادار میکنه که اون فیلم رو پاک کنه از توی موبایل به خاطر بچهش، میبینیم که خواهر و شوهر خواهرش دارن جداش میکنن و هی دارن طرف اون زندانبان رو میگیرن و دیگه خانواده تو هم پشتت نیستن وقتی که دیگه این فضا پیش میاد. و در نهایت اون خواهرزاده کوچولوش جلوی پسرش ازش میپرسه که دایی زندان چجوریه، و بغض اون پسر و گریه مادر در آشپزخونه تمام نماد این جامعه ایرانی پر از بچه و آدم‌های مختلف و جنسیت‌های مختلف رو نشون میده که از زندان میپرسن و از فضای زندان میپرسن. ممکنه کسی که بیرون زندانه مثل کسی که بیرون ایرانه دوست داره بدونه که این فضا چه شکلیه و در این شرایط نیست که بدونه که مردم این سرزمین دارن چی میکشن. و تمام این فیلم داره به ساده ترین شکل ممکن و به درست ترین شکل ممکن بدون سیاه نمایی داره واقعی میگه که جامعه ایران در چه اسارتی از طرف جامعه جهانی و از طرف سیستم داره این اسارت رو تحمل میکنه و معلوم نیست که تا کی ادامه پیدا کنه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفا من رو اگر اولین بار هست سابسکرایب کنید. من در کانالم آموزش موسیقی میدم و طریقه یوتیوبر شدن رو بهتون یاد میدم و هر روز براتون یک تمرین میذارم که چجوری بتونید نوت بخونید و ساز بزنید. و در کنارشون هم تحصیلات موسیقی دارم هم سینما، گاهی به تحلیل فیلم و سریال هم میپردازم. ممنون از همراهیتون و ممنون از اینکه این ویدیو رو به دوستانتون هم معرفی میکنید.